جلسات مختلفی در رابطه با مسئله 8 مارس روز جهانی زن هست، به خصوص امروز روز شنبه هست، همینطور تو این هفته ادامه داره، ولی خوشحالیم که شما هستید و ما این برنامه ها رو میتونیم ضبط کنیم. من خدمت دوستان بگم که ما برنامه‌ای که داریم، هما عزیز صحبت خواهند کرد. بعد از اینکه هما صحبت میکنن راجع به مسائل زنان، همونطور که در سایت من گذاشتم خلاصه در موردش، بعد از هما یادی از پانتا بهرامی عزیز میکنیم، دوست عزیزی که ما همه میشناسیمشون و روی ما با صحبتاشون با کاراشون تأثیر گذاشتن که از یادشون نخواهیم برد و انسان عزیزی بودن و همیشه با ما خواهند. بعد از اون شهریار دادور صحبتشون رو انجام خواهند داد و آخر سر هم مهدی زدیار عزیز که همیشه یار و یاور ما بودن و همیشه با ما بودن صحبتی دارن راجع به مسئله بسیار مهم اوکراین که تمام دنیا رو تحت تاثیر قرار داده و خواهد داد، و به خصوص از اونجایی که ایران هم در همسایگی روسیه و اون سرزمین ها هست، مسئله بسیار مهمیه برای مردمی که در ایران زندگی میکنه. دنیا همینه دیگه، به هر حال مسائل وجود داره و باید باش مبارزه کرد تا حلش کرد. دوستان عزیز، همگی خیلی خوش آمدین. من اینجا یه دونه از این فایل‌های صوتی پخش می‌کنم. همای عزیز فکر می‌کنم بعد از اینکه من این فایل رو پخش کنم، ازتون درخواست می‌کنم که بحثتون رو شروع کنین و من خوش آمدید. پس با هم این رو، این سرود رو که دوست عزیز ما شهریار دادور این سرود رو، این شعر رو گفتن و در ایران این آهنگ تهیه شده و خونده شده، من این ویدیو کلیپش رو تهیه کردم، در سایت خواهم گذاشت. زنده باشین. Ready?
ببین در کوچه و میدان چگونه بر تو میتازم، چگونه بر تو میتازم، چگونه بر تو میتازم. به تقصیرم، به تقصیرم، دلیل حکم تغییرم. به بر پایان مرگ تو جهانی تازه میسازم، خوشحالم که شما اینجا هستین و همینطور دوست از ما هما مرادی روی خط هستن، با ایشون در تماس هستم. ازش میخوام که بحثشو شروع بکنه. هما جان قبل از اینکه شروع کنی، بعد از بحث شما اگر دوستان سوالو دارن میتونن نوبت بگیرن، بعد یادی از پانتا بهرامی عزیز خواهیم کرد. هم من صحبت کوتاهی دارم بعد از اون و هم مهدی زدیار عزیز. اگر دوستی میخواد راجع به پانتا صحبت کنه، بعد از اون با شرار دادور عزیز و در پایان که امروز روز بسیار پرباری خواهیم داشت، مهدی عزیز در رابطه با مسئله اوکراین صحبت میکنن. هما جان بفرما، بحثتو شروع کن. در بحث همای عزیز من در سایت گفتمان توضیح مختصری که داده بودن، اگه لطف کنه دوستمون این لینک ها رو بزنن، چون اون لینک گفتمانو که توضیح هما هم اونجا نوشته شده میتونین بخونین. هما جان بفرما. دوباره سلام میکنم من خدمت دوستان عزیز. من متاسفم که به هر حال اینترنت در این عصر انقدر دیجیتال شده و آنلاین، آلمان هنوز به اونجا نرسیده که همه بتونیم اینترنت داشته باشیم و بدون مشکل را، به خصوص که توی این روزها فقط پرواز جان هر وقت که اتفاقی افتاد یا چیزی شد خواستین قطع بکنین قطع بکنین، چون اینجا من دیگه علامت ها رو نمیبینم. اوکی هما جان، صدای شما خوبه و دوستان میگن که صدا رو به خوبی میشنوم، پس با خیال راحت ادامه بده. اگه لازم شد من به شما میگم. بفرما. اوکی. من سلام کردم خدمتتون، امیدوارم که امشب جلسه خیلی خوبی داشته باشید. متاسفانه من به همین دلیل، چون تلفنم وقتی که یه ساعتی اینطوری ازش استفاده میکنم آکوشم تموم میشه، احتمالا من نتونم توی بقیه برنامه بمونم، که خیلی متاسف هستم چون برنامه رو حتما میخواستم حضور داشته باشم. همونطور که پرواز عزیزم گفت، یکی از دوستان بسیار عزیزمون رو پانتا بهرامی ما از دست دادیم و اتفاقا به خاطر او، چون که من فکر میکنم ما انسانهایی که به مذهب آتئیست هستیم، مذهب رو مسئله خصوصی میدونیم، میبایستی بتونیم سنت ها و عرف هایی رو که مذهب وارد فرهنگ ما کرده او رو در بیار از توی فرهنگمون در بیاریم، از زبانمون پاک بکنیم. من این تلاش رو سالیان سال دارم میکنم و به خاطر همین هم حتی وقتی که پدرم فوت کرد و وقتی مادرم فوت کرد، من اون مراسمی که معمولاً برای خودم مراسم برگزار کردم، با دوستانم مراسم برگزار کردم، ولی نه هفته بود نه چهله بود، اون شکلی که فکر میکردم میبایستی به یاد اون انسان باشم و او رو یادآوری کنم و با دوستانم راجبش حرف بزنم. به هر حال اون غمی رو که آدم داره از دست دادن عزیزی رو بتونم روش کار بکنم، بایستی شیوه های دیگری رو جایگزین بکنیم. به خاطر همین هم من فکر میکنم برای پانتا بهرامی به اون شکلی که رسم بود و عزاداری و نمیدونم، دوستان اتفاقا خیلی خوشحالم چون متنی تهیه شده بود با کلام عزاداری شروع شده بود که بچه ها دوستان گفتن که خواهش میکنم این کلمات رو استفاده نکنیم، ما به یاد او هستیم و او در کنار ما خواهد بود. و ما یه سری از دوستان نزدیک من بر حال اکتیو هستیم و حتی همدیگر رو دیدیم یا ندیدیم در سراسر دنیا، با هم قرار گذاشتیم که ما هر چند نفری از ما زنده مون در فردای آزادی ایران
های میدان آزادی دست هم رو بگیریم و برقصیم و هر دوستی رو که ما جسمن از دست میدیم ما او رو در خودمون حمل میکنیم، در قلبمون حمل میکنیم، در مغزمون حمل میکنیم و ما مجبوریم که به جای او هم زیر میدان در میدان آزادی رقص آزادی با هم دیگه بکنیم. و من به خاطر همین خیلی دلم میخواد که همونطور که شما هم امشب رو با اسم پانتا بهرامی عزیز از زندانیان دهه 60 و از سرموزعی‌ها یه دهه 8 در زندان و بازماندگان اون دهه بسیار وحشتناک رو با خودمون همه جا خواهیم برد، آرزوهاش رو خواهیم برد، کارهاش رو خواهیم برد و مسلماً که از یاد ما نه او و نه همه عزیزانی که به هر حال مرگ هم بخشی از زندگی ماست، مرگ جسمانی او باعث نخواهد شد که او را همونجا رها کنه، ما او را با خودمون خواهیم برد. اگه منم رفتم به هر حال آرزوهای من رو اون چندین نفری که به علاوه نسل‌های بعدی ما این رقص آزادی رو برگزار خواهند کرد با خودمون میبریم. به خاطر همین من امروز که قرار شد به خاطر 8 مارس روز جهانی مبارزه فمینیستی علیه بی‌عدالتی جنسیتی حرف بزنم، دیدم که اتفاقا خیلی خوب هستش که اسم پانتا رو با خودم امشب پیش شما هم میکنم و یادش رو، چرا که او هم یکی از مبارزان همین از مبارزان چپ و برای آزادی زندانیان سیاسی، برای عدالت در ایران و در تمام جهان وقت، انرژی، آرزو و خیلی چیزهای دیگر رو سرمایه گذاری کرد و بارهاش رو ما خواهیم دید. 8 مارس امسال مثل چندین سال گذشته در شهر ما کل در آلمان ما یک جمعیتی داشتیم و من خیلی خوشحالم از این تحولی که در نسل جوان، من یکی دو بارم اینجا با شما صحبت کرده بودم، ممکنه دوستان اونجا نباشن، ولی زنان جوان، زنان نسل شاید سوم بعد از من، دوم که دیگه نه، سوم بعد از من امروز تشخیص میدن که بی‌عدالتی جنسیتی کاملا در سیستم کاپیتالیسم نهفته است. یعنی شما اگر میخواهید برای عدالت جنسیتی مبارزه بکنید چاره ای ندارید که من علیه کاپیتالیسم بجنگید، چاره ای ندارید که مبارزه کنید علیه سیستم کاپیتالیسم. در نتیجه اگه 3 سال پیش ما راجع به این مسئله بحث میکردیم که آیا روز زن و روز مبارزه فمینیستی رو فقط فمینیستی هست، ما با سیستم کاپیتالیسم در جای دیگه می جنگیم، ولی امروز بعد از 3 سالی که این جمعیت، که وقتی میگم جمعیت شامل 22 گروه مختلف بود که یک انشعابی درش صورت گرفت که البته از اون انشعابایی نیست که بزنن همدیگر رو در و داغون بکنن، بلکه 2 تا جمعیت شد، بعدم براتون در خلال صحبتم خواهم گفتش که چرا انشاب شد، چرا 2 تا مراسم هست و قدم بعدی بعد از 8 مارس چه خواهد بود. یکی از چیزهایی که نمیدونم شاید متوجه نشده باشید، ولی احتمالا زنان کنشگر فمینیستی متوجه شدن که شعار امسال مبارزه فمینیستی، مبارزه جهانی فمینیستی هست. یعنی ما 8 مارس رو جوانان با رأی گیری، با رأی گیری، یعنی رأی من شاید این بود که زن و فمینیستی رو بذارم برای اینکه روز 8 مارس روز زن و مبارزه فمینیستی آرزوی من بود، ولی دوستان جوان ما تعدادشون بیشتر خوشبختانه و خیلی هم مصمم هستن برای اینکه میگن ما دیگه جنسیت فقط 2 تا نیست، فقط مرد و زن نیست، بلکه فمینیست ها هستن، همجنسگرا ها هستن، نان بینر ها هستن، ترنس ها هستن و اینتر ها هستن. در نتیجه ما در حال حاضر 7 تا جنسیت تعریف شده داریم که
از این کتگوری مرد زن رها شده و بحث اروپا امروز دیگه بحث بر سر مسئله زنان و پاتریارشات، زنان و عدالت جنسیتی نیست، بلکه تمامی این گروه ها که نام بردم، تمامی این جنس هایی که نام بردم، اینها هم توی این مقوله فمینیستی جا میگیرن و میگن ما هم از جامعه بی‌عدالتی جنسیتی تحت ستم هستیم، تحت خشونت هستیم و این فقط زنها نیستن. که من هفته گذشته در یک سمینار 8 ساعته شرکت کردم که در رابطه یک زن ترنس اونجا صحبت میکرد، یک مرد ترنس صحبت میکرد، یک نان بینر صحبت میکرد و از خشونت هایی که در طول زندگیشون به خاطر اینکه توی قالب زن و مرد نمی گنجیدن، بدن مرد ولی احساسات مرد نیست، بدن زن هست احساسات مرد نیست، احساسات زن نیست، در نتیجه در قالب خودش جا نمی گیره. در رابطه با خشونت های بسیار شدیدی که به اونها وارد میشه، من مطمئن هستم که اگر دوستان من در همین اتاق هم بر این خشونت ها و بر این ستم ها واقف بشن، حتما تجدید نظر خواهند کرد و حضور و حق جنسیت های دیگر رو به غیر از زن و مرد خواهند پذیرفت. در نتیجه من با همین گروه که ۸ مارس روز مبارزه فمینیستی علیه بی‌عدالتی و کاپیتالیسم بود، موندم برای اینکه فکر میکنم، خب از آغازم همینجوری فکر میکردم و خیلی خوشحال هستم که امروز نامیده میشه. یعنی مبارزه فقط یه مبارزه از اولش هم نبود، ولی وقتی شما نام نمیبرید انگار که حضور نداره. مبارزه فمینیستی یک مبارزه لیبرالی، یک مبارزه برابری جنسیتی، اما در قالب جامعه کاپیتالیستی هست و تا زمانی که جامعه کاپیتالیستی وجود داره، این بی‌عدالتی و نابرابری، ستم و خشونت وجود خواهد داشت. اما دلیل بر این نمیشه که ما این مبارزه رو امروز انجام ندیم. این در رابطه با قالبی بود که این جمعیت 8 مارس کلن، و خوشبختانه این در تمام آلمان در تمامی شهرها روی این مقوله با هم دیگه توافق شده و وقتی که یک همچی حرکتی انجام میشه، به نظر من به هر حال آدم بایستی کمپرومیس، به آلمانی میگن کمپرومیس برایتشاف، یعنی که شما آماده باشی برای اینکه اولویت‌های خودت رو بذاره. برای منی که به عنوان یه زن فمینیست چپ هستم، اولویتم مسلماً این هستش که بر علیه جامعه کاپیتالیستی مبارزه بشه و مسلم هست که من یه زن فمینیستم هستم. اما اینکه حالا اسم زن رو بیاریم یا نه، میتونستیم بگیم، میگم که آلترناتیو من این بود که بشه مبارزه فمینیستی زنان، مبارزه زنان و فمینیست ها علیه کاپیتال، علیه بی‌عدالتی جنسیتی. یکی از دلایلی هم که من علیه بی‌عدالتی جنسیتی و علیه کاپیتالیسم، یکی از دلایلی که من اصرار داشتم که حتما کلمه زن به کار برده بشه، برای اینکه این بحثایی که ما توی جامعه آلمان میکنیم و کنشگران فمینیست میکنن، در واقع یه بحث آکادمیک هست. یعنی که این بحث، حتی من بارها گفتم، چون من توی این جمع ها میشینم سر کارم هم، که خب اینا فمینیست های قدیمی هستن، توی جامعه آلمان، توی جاهای مختلف، توی مثلا شهر، توی گروه هایی که با اصلا فمینیست سر و کاری ندارن ولی مثلا کار سوسیال آرایتری میکنن، کار مددکاری اجتماعی میکنن، میشینم، اونها اصلا از این بحث هنوز اطلاع ندارن. در نتیجه شما اگر یه بحث آکادمیک رو امروز جوری راه بیاندازی که بقیه نتونن همراه بیان، حتما کارت اشکال داره. یعنی که من وقتی میگم، بعد همه میگن پس چی شد، مگه 8 مارس روز زن نبود؟ یکی از چیزایی که باعث این جدایی شد همین مسئله بود که خب البته زنان کرد بودن، زنان
دو سه تا از گروه های قد زنان فمینیست قدیمی بودم. من از اون قدیمی ها هستم و نه اینکه من جدیدم یا من خودم به خاطر جوان رو کنم، بلکه من که میخوام که این دره میانه دو نسل رو یا سه نسل رو تلاش بکنم که یک همبستگی به وجود بیاد، یک چون که به ما کمک نمیشه اگر این گروه ها از همدیگه جدا بشن. هر قصد که بشه با همدیگه کار کرد، بشه تشکل ها رو حفظ کرد، بشه بر اساس، منظورم کمیت نیست، منظورم کیفیته، به هر حال قدرت بیشتری هست برای تغییر، مسلمه که اینطوری هست. و بعدم این نسلی که امروز در آلمان و در اروپا به وجود آمده که انقدر قوی هست و انقدر نظراتش رو میکوبه و میره جلو، این حاصل کار همین فمینیستای دهه 60 و 70 و 80 که امروز متولد شدن. و حیف هست که مثلا قدیمی ها میگفتن ما 100 سال این سنت ماست، اصلا باورم نمیشد. ببینید شما وقتی که خودتون رو بذارید جای مثلا زمان روزا لوکسانبورگ، زمان کلارا تسکین، اون موقع که اونها روز زن رو یک روز جهانی اعلام کردن برای از بین بردن بی‌عدالتی جنسیتی و برابری، برابر حقوقی اینا، اون موقع یه عمل انقلابی به نظر میرسیده و عمل انقلابی هم بوده. و بعد همون موقع هم اگه شما فیلم های زمان سافراگیت ها رو توی انگلیس دیده باشید و میبینید که چقدر با سختی بوده و چقدر اینا سرکوب شدن، چقدر اینا آزار و اذیت دیدن، ولی تونستن این روز رو اعلام بکنن و این روز ماندگار شد. خب حالا صد و خورده سال گذشته و اگر یک عده‌ای دارن میان و میخوان افق دید ما رو باز بکنن، ما بزنیم بگیم که این سنت ماست. سنت ما سنت شکنیه، البته به شرطی که این سنت شکستن یک قدم ما رو جلوتر ببره، نه که به عنوان سنت شکنی بریم عقبتر، بگیم مثلا این سنتی که مال 110 سال پیش بوده، 105 سال پیش بوده، این رو ما میخوایم اونقدر حفظ بکنیم و بعد این حفظ این سنت باعث بشه که ما جوانان رو از دست بدیم. من میگم که ما میبایستی این راه رو باز نگه داریم. برای همینم روزی که از این 22 گروه حدود 8-9 تا گروه بیرون رفتن، هفته بعدش که ما جلسه داشتیم، همه میگفتن خب پس دیگه فایده نداره، بریم خونمون دیگه، دیگه همه چی از بین رفت، یا بریم سال دیگه. گفتم دوستان عزیز، ما اگر امروز نتونیم این قضیه رو حل کنیم، سال دیگه همین برنامه است. یعنی شما میبایستی تحمل و صبر، انقلاب یا انقلابی بودن فقط به این نیست که شما مطالب جدیدتون رو بیارید، اگه قبول کردن کردن، نکردن بذاریم بریم. باید صبر و تحمل داشت برای بحث کردن و یافتن راه حلی که ما بتونیم عده زیادی رو با خودمون ببریم. برای همین هم یه گروه تشکیل دادیم خارج از این تدارکات روز 8 مارس. قرار شد که ما بعد از اینکه 8 مارس تموم شد بشینیم و این قضیه رو روشن کنیم و ببینیم که چطور میشه که ما بتونیم زنان غیر آلمانی، زنان غیر سفید رو با همراه خودمون ببریم. حالا موضوعات ما چی بودن؟ موضوعاتی که انتخاب شده باز هم از موضوعاتی هستش که به شدت مورد علاقه من هست، چرا که سیستم کاپیتالیسم از کار مجانی زنان استفاده میکنه، کاری که متاسفانه یک دو بارم اینجا بحث شده و من خیلی خوشحالم که چپهای مستقل این دید رو، راه حلی رو باز کردن برای اینکه ما یک سری از مفهوم ها رو، برای اینکه میدونیم که مارکس که قرآن بیرون که نداده، که به هر حال یه زمانی که شما در جامعه به جایی میرسید تغییر و تحولات به شکلی میشه که شما مجبور میشید یه سری مفاهیم نوین رو وارد این مقوله بکنید، وارد و این تئوری رو اوالیوین بکنید، یعنی این تئوری رو ارتقا ببخشید، با مطالب جدید پر بکنید، به روز بکنید، دیالکتیک هست، یعنی در حال تغییره. در نتیجه
مفاهیمی که زمان مارکس به عنوان کار خدماتی به عنوان کار محسوب نمی‌شد، مثل کار خانگی، مثل سرویس دادن، مثل نگهداری بیماران، مثل نگهداری کودکان، امروز مقوله زنان چپ هست که شعار این هستش. من اول به آلمانی میگم بعد به شما فقط ترجمه میکنم. او با بلستت اون گزین اون بتال یا اون تا بتال، یعنی ما برای کارهایی مبارزه میکنیم که این کارها فشار غیر قابل تحملی دارن، این کارها اصلا دیده نمیشن. یعنی شما وقتی که میگید مثلا در الان در یک خانواده معمولی در ایران هم در شهرها و اینجا هم که دیگه اصلا امکان نداره که شما یه نفر کار بکنی یه نفر بمونه خونه کار خونه انجام بده، در نتیجه هر دو نفر کار میکنن بیرون، ولی کار خانگی همونطوری که آمار 2 سال پیش داده شد همچنان 92% توسط زنان انجام میشه. یعنی کار خانگی از آشپزی، خرید، نگهداری بچه، دوخت و دوز، مهمتر از همه مدیریت، کی تولد داره، کی فوت کرده، کی مریضه به سر بزنیم، بچه اینو نداره، پول خانواده رو چه کار بکنیم، اینا تمام مدیریت هاست. به علاوه اون مدیریت احساسات خانواده، یعنی شما، من نمیدونم، هر کدوم اصلا نمیخواد به من جواب بدید، اگر یک ناراحتی و غم داشته باشید با کی راجع به صحبت میکنید؟ با خواهرتون صحبت میکنید؟ با مادرتون صحبت میکنید؟ با همسرتون صحبت میکنید؟ با زنان رفقای زنتون صحبت میکنید؟ من خودم از موقعی که این مسئله برای من روشن شده از تمام رفقای مردم صحبت میکنم، سوال کردم، به ندرت مردی گفته که اگر من ناراحتی احساسی داشته باشم، غم داشته باشم، با دوست مردم، با رفیق مردم راجبش صحبت میکنم. حالا بر من نگید ما میکنیم این کارا، ما بر اساس اون آماری که هست داریم صحبت میکنیم. ممکن رفقای چپ اینطوری نباشن، ولی مردها اساسا، یه دوست آلمانی دارم میگفتش که من تمام دوستای مردم رو سوال کردم که به هر حال رفیق بودن با هم دیگه، نه دوست پسرش منظورش نبود، میگفت اینا هر وقت که مشکلی دارن، مشکل روحی احساسی دارن، میان با من مشورت میکنن. خیلی به ندرت هست. نتیجه انجام رسیدگی به ناراحتی های حسی و احساسی هم به عهده زنان هست و البته من اینو مطلق نمی کنم، من نمیدونم الان اتاق چه خبره الان، ولی هر جا که من اینو گفتم بعد از بحث های گوناگون که گفتم آقا جون بیم واقعا با هم دیگه صادقانه رفتار بکنم، آیا اینطوری هست یا نیست. حالا ممکنم تغییر بکنه، ممکنم در مورد رفقای چپ اینجوری نباشه، ولی آمار اینطوری میگه 92% کارهایی که دیده نمیشه به عهده زنان انجام میشه همچنان در اروپا. هما جان حتما یه بریک میگیریم، وقتی که صحبت تموم شد از دوستان نظرشون رو میخواییم، یه چیزایی دارن مینویسن، ولی ادامه بده بفرما. حتما من میگم که اصلا در مورد این مسئله که دارم میگم برای اینکه معضل جامعه فمینیستیه، یعنی شما میتونی الان در مورد وردی، در مورد سندیکای کارگری و سندیکای کارمندی هم با شما صحبت میکنم، در رابطه با این مسئله که کاری که دیده نمیشه، کار خانگی، کاری که بدون دستمزد و کم دستمزد هست، کاری که برابر، هنوز در آلمان ما برای کار برابر 22% به زنان کمتر پول میدن. باورتون نمیشه، این آمار مال 2 سال پیش بوده، الان هنوز هم همونه. یعنی که نمیشه عزیز من، وقتی کار برابر ما داریم انجام میدیم. توی اسپانیا من یه فیلم خیلی جالب دیدم از این بچه هایی که اون سالی که 6 میلیون روز 8 مارس همه رفتن بیرون، چه مرد و چه زن، با فمینیست ها همراهی کردن. یه خانومی بود مسن، میگفتش که من کارگر تمیزکاری میکنم. آخه چرا؟ من تازه تمیزکاری من از همکار مردم بهتره، چرا به اون پس بیشتر از من پول میدن؟ اینا چیزی هست که در رابطه با مسئله کاری که براش دستمزد میگیریم، ولی بیشترین کاری که وقت زنها رو میگیره و
باعث میشه که بسیاری از کارهایی رو که قراره توی اجتماع انجام بدن، قراره برای تغییر اجتماع انجام بدن، قراره برای رشد خودشون انجام بدن، صرف کارهای دیده نشده و صرف کارهای پرداخت نشده میکنن. من نمیگم کار مادری رو زنها به عهده نگیرن، ولی میگم که در مقابلش باید یه کاری هم رفقای مرد انجام بدن در خانواده. حالا باز رفتیم اونجا، میدونم دیگه الان این بحث شروع شد که واقعیتش این هستش که موقعی که بحث به اینجا میرسه ما احساسی میشیم، من خودم هم احساسی میشم. بمانم، من الان نیم ساعت صحبت کردم پرواز عزیز گفت آها. یه چیز دیگرم بگم راجب ما اصلا میخوام چی کار بکنیم. ما روز 8 مارس دو تا مطلب کوتاه، یکی این که امسال سندیکای کارگری، سندیکای کارگری و سندیکای اتحادیه کارمندی با این شعار اعتصاب از 24 فوریه شروع کرده در به فارسی در کارهای بهیاری و کارهای پرستاری، کارهای مهد کودک و کارهای مددکاری اجتماعی اعلام اعتصاب میخواد بکنه. در آلمان تفاوت داره با فرانسه، در با تمام کشورهای اروپایی تفاوت داره. در قانون کار کارمند تنها حق اعتصاب نداره، بلکه این سندیکا هست، این اتحادیه کارمندی و کارگری هست که حق اعلام اعتصاب داره. و یعنی من مثلا اگه بخوام فردی یا بخوام جمعی اعتصاب بکنم اجازه ندارم، حقوق منو به من نمیدن، مگر اینکه من از طریق اتحادیه کارگری یا اتحادیه کارمندی اونجا مثلا فعال میشم و بگم. و اونها وقتی ببینن که این مسئله در سراسر آلمان وجود داره اعلام کنن که اعلام اعتصاب بکنن. و امسال بالاخره اتحادیه کارمندی و اتحادیه کارگری در رابطه با مسائل نگهداری پیرها، نگهداری بیماران، بهیاران، پرستاران، کارمندان کارمندان و کارگران مهد کودک ها و سوسیال آربایتر ها، مددکارهای اجتماعی داره وارد بحث شده با دولت برای بحث هایی که باعث الان دیگه خیلی تخصصی میشه براش کلمه فارسی پیدا نمی کنم، نه برای اینکه آلمانی من خوبه، برای اینکه فارسیم خوب نیست حتما توی این زمینه، دارن بحث میکنن برای اینکه حقوق این بخشایی رو که نام بردم بالا ببرن. و اگر حقوقا رو بالا نبرن در اون حدی که سندیکا و اتحادیه میگه بالا نبرن، اون موقع اعلام اعتصاب میکنه، بعد اون موقع ما حق اعتصاب داریم. اینم گفتم، فقط بگم که برنامه هایی رو که چی کردیم، آماده کردیم، یه تظاهرات بزرگ هست که روز 8 مارس ساعت 5 بعد از ظهر هست. اون گروه دیگری که از این جمعیت جدا شدن، اونها هم در یکی از بزرگترین میدانهای شهر مراسم دارن که اونها هم برنامه های سخنرانی دارن، برنامه هنری دارن. و ما هم در راه 6 تا سخنرانی داریم که یکی از این سخنرانی ها رو انجمن زنان ایرانی به عهده گرفته که در رابطه با وضعیت زنان ایران، سرکوب حکومت توسط قانون ها و به علاوه این که گزارشی در رابطه با وضعیت زنان در افغانستان خواهد بود. یکی از این 5 تا رو در این رابطه به زبان آلمانی و به زبان آلمانی ایراد خواهد شد، ولی به زبان فارسی هم مثل اعلامیه امیدوارم که موفق بشیم تا اون موقع پخش میکنیم توی جمعیت. که هر این تظاهرات بلوک های مختلفی داره. بلوک اول مال جنسیت های گوناگونه، بلوک دوم سمبول هست برای کسانی که به خاطر کار، به خاطر بچه یا به خاطر
خاطر اینکه در زندان هستن یا به خاطر اینکه نمیتونن توی تظاهرات شرکت بکنن، یک بلوک خالی هست. یعنی ما 4 تا از این ترانسپارنت های بزرگ داریم که یک محوطه 10 متر در 4 متر رو خالی نگه میداره و روی تمام اینها نوشته شده برای تمام انسان هایی که امروز میخواستن در این تظاهرات شرکت بکنن و به دلایل گوناگون نمیتونن حضور داشته باشن. بلوک بعدی مال کسانی هستش که خودشون توی بخش های بهیاری و پرستاری و مددکاری اجتماعی کار میکنن. بلوک بعدی مال گروه اینترنشنال علیه راسیسم هست. گروه بلوک بعدی مال انسان های کویر هست. بلوک بعدی مال جمعه ها برای طبیعت علیه فاجعه طبیعت هست. بلوک بعدی مال علیه فاشیسم هست و بلوک آخر مال تمام کسانی هست که توی هیچ کدوم از این گروه ها نمیخوان شرکت داشته باشن و ولی میخوان توی تظاهرات شرکت داشته باشن. خیلی ممنون که به من گوش دادید. در میمونم تا اینکه سوالاتون رو من وقتی الان قطع بکنم میام توی اتاق که سوالای شما رو بشنوم. متاسفانه دیگه نمیتونم همه اون چیزایی رو که نوشتید، اگر لطف بکنید نوبت بگیرید که من تا فاصله که اینجا هستم بتونم سوالای شما رو جواب بدم. سوالا رو جواب میدم و یادی میکنم از پانتاب احرامی دوست عزیزم، به یادش امروز 8 مارس رو ما در قلب و در مغز خودمون حمل میکنیم. من قطع میکنم و خیلی ممنون هما جان. باشه پس شما قطع کن و من از مایک حرف میزنم تا شما بیاین. اگر دوستان میتونی قطع کنی. دوستان با سلام و درود به شما، امیدوارم که صدای منو بشنوین. با هما مرادی عزیز بودیم که در رابطه با مبارزه فمینیستی علیه کاپیتالیسم و بی‌عدالتی جنسیتی صحبت کردن. همگی خیلی خوش آمدید هما جان. فهم کنم دیگه همین الان شما هستی، باید صدای منو بشنوی. در اینجا من یه قطعه پخش میکنم، بعد از اون اگر دوستان کامنت یا مسئله هست حتما مطرح کنین و بعد از اون هما ضمن پرداختن به کامنت های شما در رابطه با پانتا بهرامی صحبت کوتاهی خواهیم داشت و ادامه خواهیم داد. پس من این فایل کوتاه رو پخش میکنم و بعد از اون دوستان میتونن اگر مایل هستن نوبت بگیرن. As we go marching, marching in the beauty of the day, a million darkened kitchens, a thousand mill lofts gray, are touched with all the ray. As we go marching, marching in the beauty.
خب دوستان عزیز، در اینجا اگر دوستانی هستن که مایلن سوالی از همای عزیز داشته باشن، میتونن نوبت بگیرن و سوال یا کامنتی اگه دارن فرصت خوبیه برای این کار، وگرنه که با صحبت در رابطه با پانتای عزیز برنامه رو ادامه میدیم. و این ویدیو کلیپ درست شده و شاعرش شهریار دادور عزیز بود. شهریار جان بفرمایید، اگر مایل هستین که بحثتون رو آغاز کنین، قسمت چهارم بحثتون رو در رابطه با فلسفه تاریخ. متشکرم، میکروفون در اختیار شما. از تو پرواز جان که در مورد خانم پانتا ورامی صحبت کردی، از همای عزیز که در مورد جنبش فمینیستی، خواستهای جنبش فمینیستی و در واقع مبارزات جنبش فمینیستی صحبت کرد و تقسیم بندی هایی که کرد، اما اگرچه من ملاحظات بسیار زیادی راجع به تقسیم بندی هاشون دارم، اما همینقدر که آسین بالا میزنن و در مورد درخواست ها و تمنیات و آرزوها و همیال و خواست های زنان و انواع جنبش های خواست های زنان فعالیت میکنند، برحال از ایشون متشکرم و امیدوارم موفق باشن. چیزی در مورد جنبش زنان به ذهن من نمیرسه. من این جنبش رو خارج از یک جنبش طبقاتی و در واقع انسانی ارزیابی نمی کنم، مگر اینکه ما انواع رو بر حسب جنسیتشون از هم جدا بکنیم. مثلا نوع انسان رو بر حسب جنسیت زن و مرد جدا بکنیم و زن رو نوعی از انسان ندونیم یا مرد رو نوعی از انسان ندونیم، که این به نظرم اگر بحث رو زیاد کش بدیم یا چیز بکنیم به جایی میرسه که در واقع لاینحل میمونه. فقط در حد حرافی برای اینکه هیچ مسئله ای رو حل نکنیم باقی میمونه. یکی از مسائلی که تو فلسفه هم عنوان میشه همینه، یعنی اینکه ما یه موضوعی رو میگیریم، اون وقت اونقدر به جزئیاتش میپردازیم، به الزمامیت داشت میپردازیم که خود کلیت رو به طور کل از یاد میبریم و در مورد تعریف از خود جزئیات هم در واقع به هیچ نتیجه ای نمیرسیم. من با همه احترامی که برای دوستان و رفقایی دارم که مبارزه میکنم برای حقوق زن، اما نمیدونم، یعنی من این معنا رو نتونستم در مورد گفتار همای عزیز دریابم، که مثلا اگر من
فرض کن توی رابطه عاشقانه قرار بگیرن و اون وقت بخوام معضلات یا مشکلات روحیم رو مطرح بکنم و نزدیکترین کسی رو هم که پیدا بکنم معشوق من باید باشد، یعنی پارتنر من باید باشد طبیعتاً. اگر بخوام دردهامو باش درمیون بذارم، آیا وقتی که دردهامو باش درمیون میذارم باید چیزی پرداخت بکنم با عنوان این که ایشون یا پارتنر من دردهای منو درک میکنه یا میشنوه؟ آیا برای شنیدن این دردها یا این گلایه ها یا مشکلاتم باید چیزی بپردازم و ایشون به عنوان کار به این مسئله نگاه بکنن؟ یعنی کاری که باید در قبالش حقوق بگیرن. اگه رابطه انسانی رو بر این مبنا بذاریم، اون وقت من فکر می کنم ما هیچ معنایی از رابطه انسانی نخواهیم داشت. یعنی اون وقت میرسیم به این نتیجه که شاید کانت با بدبینی و شاید از زاویه اخلاق بورژوایی درست هم دید، به این که مثلا رابطه یک زن و مرد یک رابطه کالایی است که زن و مرد وقتی وارد یک رابطه میشن، رابطه زناشویی میشن، هر دو مثل دو تا کاسبکار با هم روبرو میشن. حالا واقعیت اینه، اگه تعریفی که خانم هما مرادی به دست داد برای این که به اصطلاح کار بدون مزد رو میخواد، شنیدن درد رو هم به مثابه کار بدون مزد برای زن یا پارتنر مرد در نظر بگیره، اون وقت من فکر میکنم که باید حق رو بدیم به کانت. واقعا اینجوره، یعنی رابطه انسانی باید در این حد و در این کاتگوری و با این شکل از محاسبات کاسبکارانه در توجیه در بیاد. اون وقت تو ما با چه چشم اندازی واقعا میخواییم به سمت یک رابطه انسانی پیش بریم؟ بران بگذاریم، اینا موضوع من نیست. یعنی من هرگز از اونجایی که هیچ وقت نه صاحب نظر بودم و نه دخیلگر در مبارزات زنان و نه این که میدونم جامعه زنها چه خواستهایی را یا چه دردهایی را تحمل میکنن، هیچ وقت نه به عنوان نظریه پرداز، نه به عنوان دخالتگر و نه به عنوان حتی آدمی که چجوری بگم
کمترین شاید ذهنیتم رو میپردازونم به اینکه به این مسائل بپردازم مسئله من نیست، اما واقعیت جاهایی هست که وقتی آدم چیزهایی رو میشنوه اون وقت نمیدونه کجا ایستاده. به هر حال بگذاریم، من در رابطه با بحث‌های خودم من متوجه نمیشم شما پیغام میدید که چکار کنم، میکروفون رو رها بکنم؟ اوکی، من میکروفون رو رها میکنم اگر خیلی خوب باشه. بله شهریار جان، از اونجایی که هما در شرایطی نیستن که صدای منو میشنوید دوستان دو بزنین، چقدر خوشحالم که شما در این مورد صحبت کردین. من فکر کردم که شما صحبتی ندارین در این زمینه، ولی اگر صحبت دارین که خیلی خوبه. امیدوارم که با همای عزیز، اگه شما هم صدای منو میشنوین عددی تایپ کنین، حتما یه قراری میذاریم که در این مورد یه بحثی بذاریم، برای اینکه نمیخوایم که بحثی یه طرفه باشه، حتما یه قراری خواهیم گذاشت. خیلی متشکرم که این رو مطرح کردین، چون من فکر کردم که این بحث تموم شده و بعدن یه وقتی رو تعیین بکنین که ما بتونیم این بحث رو بذاریم. هما جان اگر موافقی، اگر با این پیشنهاد من موافق هستی، چون من فکرم که بحث شما تموم شده و چون شما این رو از یک زاویه دیگه میبینین، خب نمیتونیم همینطور ولش کنیم در هوا. یه دقیقه هما جان، اینم خب خوشحالم که یه کامنتی بالاخره از صحبته شما اومد، یه چیزی در همین زمینه شما بد کن هما جان و من بهت تلفن میکنم که قرار بذاریم یه وقتی در این مورد. بعد از جواب همای عزیز، شهریار جان شما میتونین بحثتون رو آغاز کنین و اون وقتی قراری میذاریم که یه بحث عمومی برای روم گذاشته باشیم. خیلی ممنونم و متشکرم از توجه دوستان. هما جان بفرما. من چون آکو تلفنم تموم شده روی خط قرمز نشون میده، من فقط یه دقیقه بگم. دوست عزیزم شهریار عزیز، خیلی ممنون از این که به صحبت من پرداختی، ولی شما خود گفتی که با این بحثا هیچ وقت مسئله، یعنی هیچ وقت درگیری ذهنی نداشتی و برای این نظر، ولی خیلی نظر داشتی. وقتی که شما میگید هیچ وقت با این مسائل مسئله شما اصلا نبوده، من این واقعا خیلی غمگینم از این مسئله که دوستانی که اهل کتاب و اهل علم و اهل فلسفه هستن، مسئله ذهنیشون، مسئله نیمی از جهان که تحت بی‌عدالتی جنسیتی هست، مسئله شون نیست. مسئله اساسی من همینه که دوستان مرد من مسئله شون مسئله بی‌عدالتی جنسیتی نیست. اگر بود، بعد با اینکه مسئله تون نبود، ولی خیلی نظر داشتین و امیدوارم که، من نمیدونم کی، ولی اگر دوست داشتین، چون میگید که مسئله تون نیست، پس مطمئن باشین کسانی که حداقل 50-60 ساله مسئله شون مسئله ستم خشونت جنسیتی هست، حتما یه دردی دارن که این تعریف رو میکنن. اینطوری نبوده که بخوان همه رو کالا بکنن و همه رو ارزشش رو پایین بیارن، بلکه مسئله عدالته. یعنی اگر کاری، اگر وظیفه‌ای، اگر چیزی در این دنیا هست که باید انجام بشه، این وظیفه هم هست. فقط وظیفه یک جنس نیست. که مطمئن باشید که اگر قرار بود کسانی که در معادله تقسیم قدرت در بی‌عدالتی جنسیتی الان قدرت در دستشون هست، اگر قرار بود کار اساسی انجام بشه، مطمئن باشید که میخواستن که براش پرداخت بشه. بسیار خوب هما جان. کار بی پرداخت مال کار زنان هست. خیلی ممنونم، متشکرم که صحبت کردی و بعد من سر فرصت یه قراری میذارم، چون وقتی که مسائلی هست که میخواییم با هم درمیون بذاریم، بنابراین یه وقتی تعیین میکنیم و اینا رو با هم گفتگو میکنیم. خیلی متشکرم هما جان، من اینو قطع میکنم. متشکرم، خیلی ممنونم و
بنابراین با شهریار عزیز بحث خودشون رو آغاز میکنیم و در رابطه با مسئله زنان، من شهریار جان اگه صدای منو میشنوین بعدن باتون تماس میگیرم سر فرصت، یه قراری میذاریم، یه عددی تایپ کنین شهریار عزیز، و چون هما هم همین الان گفته بود که از قبل این مسائلی داره و باید بره، قرار میذاریم که این بحث رو دنبال کنیم. خیلی متشکرم، اتفاقا این یک نتیجه مثبتیه که میتونیم به این مسائل بپردازیم. هما هم اینجا هست. بعدن هما جان اگه صدای منو میشنوید، من به شهریار عزیز گفتم که قراری خواهیم گذاشت که بحثی در این زمینه بذاریم. خیلی ممنون که خیلی متشکرم هما جان که اینجا با ما بودین. روزگارتون خوش. گفتنی ها کم نیست. متشکرم. Birimiz için.